روزنامه دنیای اقتصاد چاپ ایران نوشت آخرین آمار مهاجران ایرانی که ثبت شده 65 هزار نفر در سال است که رکورد تازه‌ای برای ایران است. این آمار ظرف سال آینده و با ثبت خروجی‌های تازه افزایش خواهد یافت. دکتر بهرام صلواتی رئیس رصدخانه مهاجرت ایران گفت بر اساس آمار یونسکو و بانک جهانی در سال 2022 هزینه کرد عمومی در بخش آموزش و سلامت برای سرمایه انسانی خروجی مهاجر خروجی 45059 دلار در بخش سلامت و 69540 دلار هزینه 3 دوره آموزشی ابتدایی متوسطه و عالیه طی 23 سال زندگی فرد است. ساده سخنان که عددی نزدیک به 120 هزار دلار در مجموع با مهاجرت هر فرد تحصیل کرده به کشور خسارت وارد می شود. در این حال در سال 2019 در مجموع 42123 ایرانی از طریق ویزای کاری و تحصیلی از کشور خارج شدند. هزینه تحصیل و بهداشت این گروه در مجموع معادل 2 میلیارد دلار بوده است. این موج مهاجرت به ویژه در 4 ماه اخیر پس از اعتراضات در ایران بیش از پیش سرعت گرفته است. بر پایه گزارش‌های رسیده به رسانه‌ها، جوانان و معترضان زیادی اعم از کسانی که تحت تعقیب نیروهای امنیتی هستند و نیز سایر افرادی که به دلیل مشارکت در اعتراضات بیمه بازداشت دارند، عزم خروج از کشور و مهاجرت همیشگی کردند. حتی پیش از بهمن 57 موج‌های مهاجرتی ایرانیان به اروپا و آمریکا آغاز شده بود و موج اخیر به نظر می‌رسد هفتمین موج مهاجرت پس از روی کار آمدن نظام ولایت فقیه در ایران باشد. در این باره گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین و از ایشان پرسیدم مهمترین دلایل افزایش آمار مهاجرت از ایران را چه می‌دانید؟ موج مهاجرت فعلی در ایران بی سابقه است و اگر در گذشته مهاجرت محدود به کشورهای اروپایی یا آمریکا میشد، اکنون حتی ایرانیان به کشورهای همسایه هم مهاجرت میکنند و یا به صورت موقت در این کشورها اسکان پیدا میکنند. مهاجرت در ایران در ابتدای انقلاب مربوط به افرادی بود که به نوعی میشه گفت که به حکومت سابق وابستگی داشتن و مهاجرت ها بیشتر به اروپا و آمریکا انجام شد. از دهه 70 در ایران مهاجرت های کاری به کانادا و برخی از دیگر کشورها اوج گرفت و در دهه 80 عملا این موضوع تشدید شد. به جز مهاجرت گروه های متخصص در ایران، از سال 88 موج جدیدی از مهاجرت فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران یا دیگر گروه ها به کشورهای دیگر انجام شد که در اون سال البته تا حدود این پذیرایی از سوی کشورهای غربی وجود داشت، اما الان با توجه به موج 2015 در اروپا عملا کشورهای اروپایی این پذیرایی از پناهندگان یا اعطای سهمیه به پناهندگان خاص سیاسی در ایران را عملا به نوعی دیگه امکانش رو ندارن یا متوقف کردن. در سالهای اخیر یک نوع دیگری از مهاجرت رخ داده و اون مهاجرت به کشورهای همسایه ایران هست. گروه از ایرانیان که حالا به هر دلیلی نمیتونن به کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا مهاجرت بکنن، به کشورهای همسایه مهاجرت کردن. این افراد بخشیشون برحال کارکنان دولت یا دیگر گروه ها بودن که بازنشسته شدن یا خودشون را پیش از موعد بازنشسته کردن و در کشورهای همسایه مانند ترکیه یا گرجستان سکونت دارن. گروه هایی هستن که به نوعی دیگه امکان ادامه فعالیت در ایران را نداشتن و از سوی دیگه امکان مهاجرت به دیگر کشورها را ندارن و فعلا در ترکیه یا دیگر کشورها سکونت پیدا کردن و
کار موقتی رو دارن انجام میدن. از این جهت نوع و شکل مهاجرت نسبت به گذشته متفاوت هست. با اعتراضات اخیر به نظر میرسه مهاجرت دوباره افزایش پیدا کنه و موج دیگری از مهاجرت رخ بده که بخشی از این مهاجرت ها به نوعی مربوط به افرادی هست که ممکن آسیب دیده باشند در اعتراضات، یا افرادی که سرخورده باشند، یا به هر حال افرادی که دیگه که احساس بکنن که امیدی به تغییر وضعیت موجود نداره و باید کشور رو ترک کرد.